سل. سلام و درود، حالتون چطوره؟ آقا امروز اومدم سریع صحبت کنم راجب چی؟ راجب یه قطعه ای که اصلا راجبش صحبت نکردم، یعنی پمپای وکیوم، اما یکی از اجزاش. یعنی چی؟ یعنی گیج وکیومش. گیج وکیوم این همین گیجه. یعنی چی؟ یعنی این قطعه، این گیج مار که خیلی راجبش صحبت کردیم، یعنی گیج هیدرولیک که سیستم‌های فشار رو نشون میده، تو سیستم‌های پنوماتیک هم هست. از این مدلش روی کجا بسته میشه؟ بذارید این قطعه رو بیارم بالا، الان دیدمش. اینا ها، این پنوماتیکشه. خب چیکار میکنه؟ فشار رو برای ما نشون میده، این رگولاتور رو داره تنظیم میکنه، این فشار رو داره نشون میده. و گیج وکیوم یه کار دیگه ای میکنه. رسیدیم وسط ویدیو و من هنوز نگفتم سابسکرایب کردی چنل و این ویدیو رو هم که لایک کردی دیگه، دمتون گرم، خیلی عشقین. اینو ول کنیم بریم سر خود گیج وکیوم. خب گیج وکیوم دقیقاً کارش همینه. یعنی چی؟ یعنی این، مثلا میگم اگه شما بخواید گیج هیدرولیک سفارش بدید، سه تا مؤلفه رو باید بگید. یعنی چی؟ یعنی یکی صفحه چند سانت، استاندارد 6 سانت، 5 سانت، 4 سانت و 10 سانت. یکی این، یکی بارش، 0 تا چند بار، 0 تا 250 بار، 10 بار، 1000 بار، 600 بار، چنده. اینم هست، خشک و روغنیش هم هست. که دلیل خشک و روغنیش هم اگه نمیدونی چرا بعضی گیجا رو روغنی میسازن، چرا بعضی گیجا رو خشک میسازن، واقعا چرا، اگه نمیدونی بگو یه ویدیو براش بگیرم، اگرم میدونی که هیچی. برسیم به این. خب این مثلا میگیم که الان چنده، این 0 تا 100 بار گیجمون. اما وکیوم اینطوری نیست، فقط مخصوص استفاده توی پمپای وکیوم و درجه ای که داره، محدوده ای که داره، -1 تا 0 یا تا -1 تا 1. این یه مدلش. اگه نگاه کنید گیج دستگاه وکیوم رو نمیخوام وارد بحثش بشم، اما یکی از نکات خیلی مهمی که داره تفاوت عمل کرده داره نسبت به پمپای هیدرولیک. پمپای وکیوم جزوه قطعاتیه که خیلی متفاوته. ما این سیستم خلا میخواییم به وجود بیاریم، یعنی هر گونه هوا و هر گونه موادی رو میخواییم خالی کنیم، یه چیزی مثل جاروبرقی اما از لحاظ صنعتیش که هر چیست رو میشونه میاره بیرون. این سیستم تشکیل شده از شیر، پمپ، فشارسنج و قطعات دیگه ای که همش یه سیستم خلا رو برای ما به وجود میاره و باعث کشیدن و یا مکش میشه که روش ما این گیجا رو میبینیم. این گیجا باید نشون بده که الان فشار کار ما رو -1ه. چرا؟ چون خلا یه چیزی مثل بیرون جو کره زمین میمونه، اونجا دیگه هوایی ما نداریم دیگه، از منفی شروع میشه. یا دما میکنی از 0 بیاد پایین میشه منفی مثلا 5 درجه سانتیگراد. این هم همینه، از 0 نشون بده که الان گیج ما تو چه وضعیتیه، چقدر مکش داره انجام میده و اون تو اون محفظه‌ای که ما داریم مکش رو انجام میدیم چه خبره. این به ما این امکانو میده به راحتی هر چه تمومه. خب اگه دوست داری بدونی که خود اصلا پمپای وکیوم چیه، برات سوالی که میگه آقا پمپ وکیوم چیه، خب اینجا دو تا سوال، یکی اینکه چرا گیجا رو خشک و روغنی می‌سازن، یکی هم اینکه اصلا پمپ وکیوم چیه. هر کدوم دوست داری بدونی کامنت بذار، کامنت ها برسه بالا مطمئن باش ویدیوشو میگیرم و خیلی به کارت میاد، خصوصا پمپای وکیوم. یه تو نکته سوالی چیزی هم از طرف من که نیست، از طرف تو هست، بگو. خیلی دوستتون دارم، خدا نگهدار.